سلام اگر از دوستان و همراهان قدیمی من در این کانال باشید میدونید که همیشه تلاش کردم مخاطبان کانال یک بله بالاتر رو به یک زندگی متعادل به سبک زیستی که در اون جزیات در اکثر حوزه ها رعایت شده دعوت بکنم باور من بر این هست که زندگی تکبودی زندگی دلچسبی نیست و ما باید تعادل در زندگیمون ایجاد بکنیم من در این ویدیو میخوام با شما در مورد هفت قانون برای زندگی بهتر صحبت بکنم این قوانین هر کدام از یکی از حوزه های زندگی میاد و اگر این هفت قانون رو شما رعایت بکنید از یک زندگی متعادل دلچسب ارزشمند قشنگ خوشگل برخوردار خواهید شد پیشنهاد میکنم تا پایان با من همراه باشید وقت بخیر دوستان جان همراهان گرامی امیدوارم حالا همگی خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست من در کانال یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت میکنم اگر به این موضوعات علاقه هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما رو با خبر بکنه بریم ببینیم داستان ویدیوی امروز از چه قرار هست هفت قانون برای زندگی بهتر دو تا کلمه اینجا باید به شما توضیح داده بشه یکی کلمه قانون هست و دومی زندگی بهتر اینا رو توضیح بدم بریم شروع بکنیم چرا من از کلمه قانون استفاده کردم میتونستم بگم هفت روش هفت موضوع هفت نکته مهم اما اومدم از قانون استفاده کردم کلمه قانون اصلا به زاد کلمه توپوری هست و شما اگر باور داشته باشید که دنبال روی قانون باشید نتایج خوبی در زندگیتون کسب میکنید این کلمه میتونه کار خودش رو روی ذهن شما به خوبی و به درستی انجام بده پس بیاید از اینجا به بعد این هفته رو به عنوان قانون بپذیریم روی زندگیمون این قانون ها رو اعمال بکنیم و نتیجه بگیریم اما زندگی بهتر در مقایسه با کی یا در مقایسه با زندگی چه کسی قطعا میدونید که من اصلا اصلا موافق هیچ گونه مقایسه ای با شخص دیگری نیستم و اینجا مرجع مقایسه کننده و مقایسه شونده خودمون هستیم ما در جستجوی زندگی بهتر در مواجهه و مقایسه با زندگی قبلی خودمون هستیم خلاصه کلام ما میخوایم هفت قانون رو اینجا با هم مرور بکنیم که اگر اونها رو رعایت بکنیم زندگی بهتری رو تجربه خواهیم کرد قانون شماره یک ما چی میگه قانون سلامتی عملا میتونم بگم که در این هفته قانونی که خدمتون در این ویدیو تقدیم میکنم هیچ تقدم تأخری وجود نداره اما هر چقدر هم من تلاش بکنم که تقدم و تأخری رایت نکنم با ذهن من طبقه بندی خودش رو اینجا داره اعمال میکنه آیا در ذهن من سلامتی مهمتر از بقیه قوانین هست؟ قطعا همینطوره دوستان قطعا همینطوره من در ویدیوهای قبلی خیلی در این موضوع صحبت کردم از ای کاش هام گفتم از اهمال کاری هام در حوزه سلامتی گفتم و از امروز من با شما صحبت کردم که بسیار دقیق و منظم دارم ورزش میکنم شاید شما هم اگر به چهل سالگی نزدیک بشید مثل من بدونید که ارزش جسم بسیار بیشتر از چیزی است که ما در جوانیمون فکر میکردیم بیاید یک زندگی رو تصور بکنیم که توی اون زندگی ما به همه خواسته هامون رسیدیم همه هدف هامون رو تیک زدیم شهرت داریم ثروت داریم قدرت داریم همه چیز داریم اما این جسممون دیگه به ما فرصت بهره برداری و دیگه به ما فرصت لذت بردن از آنچه به دست آوردیم رو نمیده اون زندگی دیگه زندگی نیست ما چه داشته باشیم چه نداشته باشیم چه رسیده باشیم چه نرسیده باشیم با جسمی که ناتوان هست مریض هست دائما اسیر دوا و دکتر هست دیگه نمیتونیم لذت ببریم پس اولین و مهمترین قانون من قانون سلامتی هست اگر میخواید زندگی بهتری رو تجربه بکنید فوکس بکنید روی سلامتیتون و ببینید که اصلا نظام خورد و خوراکتون نظام ورزشتون از چه قراره شمایی که چربی دور شکم دارید شمایی که اضافه وزن دارید شمایی که کوچکترین تحرکی ندارید شمایی که هنوز هیچی نشده هی باید آزمایش خون بگیرید ببینید چی به چیه در وضعیت جسمیتون خیلی مراقب باشید از هر جایی هم شروع کنید میتونید جبران مافات بکنید مورد بعدیمون چی هست او اشتباه رفتیم ببخشید مورد بعدیمون قانون حال خوب هست خب بارها تاکید کردم باز جا داره تاکید کنم که حال خوب یک مهارت هست چقدر به عوامل محیطی و عوامل بیرونی وابسته هست به اندازه که شما وابستش بکنید چقدر به درون ما برمیگرده از نظر من صد درصد آیا همه آدم هایی که حال خوب دارند از همه نعمت هایی که ما فکر می کنیم اگر اونها رو داشته باشیم حالمون خوب میشه برخوردارند؟ نه شواهد نشون میده که نه در مورد حال خوب یک راهنمایی کلی تقدیمتون بکنم برید ویدیوهای قبلی این کانال رو هم ببینید مفصل و مفصل در این موضوع من صحبت کردم اما شاه بیت شعر حال خوب مسئولیت پذیری هست هیچ احد و ناسی غیر از آیدین نامدار مسئول حال خوب آیدین نامدار نیست چهار تا حرکت چهار تا رفتار چهار تا عمل کردیم وسط وجود داره که من اگر اونها رو انجام بدم حالم خوب میشه اگر اونها رو انجام ندم حالم بد میشه در زندگی که شما ثروت دارید شهرت دارید حتی سلامتی هم دارید همه چیز رو دارید و به زم خودتون فکر می کردید اگر اونها رو داشته باشید زندگی اوکی خواهد بود و بر وفق مرادتون خواهد بود اگر مهارت حال خوب نداشته باشید شما هیچ چیز ندارید پس یکی از مهمترین قوانین ما از قانون های هفتگانه شد حال خوب قانون بعدیمون قانون آموزش و رشد هست دوستان خب میخواید به جاهای خوب در زندگی برسید این حق شما هست اما این راه سربالایی هست. این راه به این راحتی ها نیست. راه رشد در زندگی و رسیدن به آنچه که لایقش هستید، اصلا اصلا یک راه سرازیری نیست که شما اونجا قلب بخورید و برید. من همیشه این داستان رو به دو قسمت تقسیم می کنم. از نظر ذهنی سرازیری هست، سخت نگیرید. کارها فراهم میشه راه خودش به شما میگه که چی کار باید بکنید و اونجا قل میخورید و میرید از نظر ذهنی اما از نظر عمل کردی شما باید زحمت بکشید و راه این زحمت با آموختن و رشد کردن هموار میشه برای شما قابل توجه دوستانی که از آخرین چیزی که یاد گرفتن سالها میگذره از آخرین کتابی که خوندن سالها میگذره از آخرین پادکستی که گوش کردن سالها میگذره نمیشه نمیشه از این طریق و از این مسیر و با این استایل یک زندگی بهتر ساخت لطفا به آموزه های من در چنل یوتیوب یک بله بالاتر هم اکتفا نکنید ها خیلی باید یاد بگیرید من میام در یک ویدیوی ده دقیقه یه رو به بیست دقیقه یه سری هینت به شما میدم یک سری سرنخ به شما میدم الباقی رو این خودتون هستید که باید پیگیری بکنید و برید جلو پس قانون سوممون شد قانون آموزش و رشد قانون بعدیمون چیه قانون ریسک و تجربه های جدید زندگی بهتر چی هست دوستان زندگی بهتر شناخت ناشناخته ها هست جایی رو که نرفتیم بریم ببینیم کاری رو که نکردیم انجام بدیم چیزی رو که تا قبل نساختیم بسازیم غذایی رو که نپختیم بپزیم باور کنید وقتی دست به چنین رفتارهایی بزنید انقدر براتون جذاب و دلچسب خواهد بود که اون سعادتی که شما منتظر هستید در آینده به شما برسه یا در آینده شما برید باش برخورد بکنید همین امروز با آموزش جدید با ایجاد یک کسب و کار با توسعه یک کسب و کار با ورود به مراحل جدیدی از زندگی براتون فراهم خواهد شد بذارید از خودم مثال بزنم دوستان شهریور یک شهریور 1399 من اولین ویدیوی یوتیوبم رو منتشر کردم یک مسیر بسیار ناشناخته و یک ریسک بزرگ برای من بود حالم چطور هست باهاش فوق العاده هست چون دوستان ارزشمندی مثل شما رو من در این مسیر پیدا کردم و این فوق العاده قشنگ هست برای من وارد راه های جدید بشید و ریسک بکنید و نگران نباشید قانون بعدیمون قانون رابطه های کار آمد هست دوستان آیدین نامدار همیشه خطاب به شما تکید داشته به تعاملات انسانی تکید داشته به اینکه آدم به درد نخور زندگیتون رو بریزید دور تکید داشته به اینکه در رابطه ناخوب نمانید در رابطه عاطفی ناخوب نمانید زندگی آدم زندگی بنی بشر به عنوان یک موجود اجتماعی بسیار وابسته است به آدم هایی که با اونها تعامل داره من و شما هم مستثنا نیستیم یه نگاه به دایره دوستانتون بکنید یه نگاه به اعضای خانوادهتون بکنید یک نگاه به اون آدمی که به عنوان همسر کنار شما هست به عنوان پارتنر کنار شما هست شریک زندگیتون هست بکنید چقدر با این آدم رابطه با این آدم ها در مجموع چقدر رابطه با کیفیت دارید اگر با اغلب این آدم ها رابطه بی کیفیت دارید شما اصلا از زندگی لذت نمیبرید قطعاً از زندگی لذت نمیبرید چون از جمله پارامترهای مهم برای لذت بردن از زندگی رابطه های انسانی هست پس قانون شماره پنج به ما میگه که قانون رابطه های کارآمد برای زندگی بهتر مسئولیت با کی است با شما پاره میکنید باغها و در واقع بندها رو پاره میکنید بندها رو و ادامه میدید بندهای بهتر برقرار میکنید رابطه های بهتر برقرار میکنید می و نتیجه میگیرید قانون شماره 6 به ما چی میگه قانون درآمد کافی خب وقتی که داشتم این قانون رو می نوشتم که با شما صحبت کنم داشتم با خودم مرور میکردم گفت... می که آخه من حرفی برای گفتن در این حوزه ندارم چرا ندارم چون اولا من متخصص ثروت و این صحبت ها نیستم خودم هم آنچنان ثروت کلانی در زندگیم ندارم که بگم بچه شما راه منو برید متمول میشید من یک زندگی نرمال دارم درآمد قابل قبولی دارم از درآمدم بسیار راضی هستم حالم با شرایط مالی زندگیم خیلی خوب هست ولی این یک حقیقت هست دوستان چه از زبان من بشنوید چه از زبان کسی دیگری بشنوید درآمد پایین نمیتونه زندگی خوب برای ما رقم بزنه من نمیگم اونها که کارگر هستند معلم هستند کارمند هستند درآمد پایین دارن نمیتونن الزاما زندگی خوبی داشته باشن اصلا من دارم از د... م... کلمه کافی استفاده میکنم کافی یک صفت مقایسه ای هست وقتی که انتظارات شما با درآمدتون تناسب داره و درآمدتون با انتظاراتتون تناسب داره شما زندگی دلچسپی رو تجربه میکنید پس برای یک زندگی بهتر به فکر راه های درآمدی جدید باشید این رو هم بگم دوستان هرگز به اندازه امروز راهها برای کسب درآمد در اختیار من و شما نبود تنبلی رو بذارید کنار فکرتون رو به کار بگیرید الهاماتی که به شما میشه رو به کار بگیرید ارتباطاتتون رو به کار بگیرید و به فکر درآمدهای جدید باشید و قانون هفتممون قانون مرگ اندیشی هست برای یک زندگی بهتر به مرگ فکر بکنید چقدر پارادکس قشنگی برای زندگی بهتر به مرگ فکر کنید همانقدر که در اسلاید قبلی حرف برای گفتن نداشتم در این اسلاید پر پر در خدمتتون هستم دوستان من آیدین نامدار یک مرگ اندیش هستم هر لحظه به مرگ فکر میکنم هر لحظه آماده ی مرگ هستم همین ویدیو میتونه آخرین ویدیوی باشه آخرین ویدیوی من باشه این لباسی که من پوشیدم میتونه آخرین لباس من باشه غذایی که میخوریم میتونه آخرین غذا باشه و این خیلی قشنگه این به ما کمک میکنه از هر لحظهمون لذت ببریم و شما دوست گرامی من الان بهترین فرصت هست که به مرگ به معنای قشنگش فکر کنید مرگ پایان نیست مرگ یک استحاله هست مرگ از حالی به حال دیگر در آمدن هست مرگ فقط خداحافظی با کالبد فیزیکی و ترک جهان مادی هست بد نیست خیلی هم قشنگه کی فکر میکنه که تا ابد زنده است وقتی میدونیم تا ابد زنده نیستیم وقتی نمیدونیم کی قرار تمام بشه کی ای این فرصت از ما گرفته میشه پس هر لحظه باید آماده باشیم و این هر لحظه آماده بودن از دید مثبتش به با کمک خواهد کرد که از لحظه بهترین دستاورد رو بگیریم بهترین استفاده رو بکنیم و مرگندیشی به من آیدین نامدار در تجربه یک زندگی فوقلاده کمک کرده جنبندی بکنیم دوستان هفت قانون برای زندگی بهتر قانون سلامتی قدر جسمتون رو بدونید قانون حال خوب مسئولیت پذیر باشید حالتون رو به اوج خوبی برسونید یاد بگیرید و رشد کنید از طریق قانون آموزش ریس کنید تجربه های جدید کسب بکنید قانون رابطه های کارآمد حواستون باشه با کیا تعامل دارید اگر ناخوب هست این رابطه ببرید و از اول رابطه بهتری بسازید درآمدتون رو متمرکز بشید پول داشته باشید و از زندگی لذت ببرید هر چند که روی حرفای من در این حوزه اکتفا نکنید یاد بگیرید ولی فرصت وجود داره و در نهایت مرگندیش باشید فرصت رو مختنم بشمارید هر لحظه رو آخرین لحظه بدونید هر لباس رو آخرین لباس بدونید هر آدم رو آخرین آدم بدونید و لذت ببرید و نهایت استفاده رو بکنید منتظر نظرات ارزشمندتون هستم اینجا پایان این ویدیو است دکمه سابسکرایب رو بزنید دکمه زنگوله هم بزنید و اینجا قرار هست یوتیوب به شما دو تا ویدیو دیگر رو از این کانال طبق معمول معرفی بکنه یکی از این ویدیوها رو انتخاب بکنید و تا فرصت دارید با من با یک پله بالاتر مسیر خودتون رو ادامه بدید سپاسگزارم که حرفام رو تا اینجا گوش کردید و تا اینجا ویدیو با من همراه بودید تا درود بعدی در پناه حق بدرود خدا نگهدار